کیه؟ همه رو بیدار کردی؟ مگه کلیدتو نبرده بودی؟ احسان چی شده؟ لاله که بیدار نشده. لاله خوابه؟ آره بابا خوابه. کته تو چیکار کردی؟ نگفتی چه بلایی سرت اومده؟ الان اگه لاله بیدار بود دو بابا بازم با شیشه آب کردی؟ میگی چی شده یا نه؟ آه رفته بودم فشم، موکلم گفت تنها نرو طرف ها شرم، گوش نکردم، گفتم از پسشون برمیم. دوباره تنها رفتی وسط معرکه مثل همیشه. اونا هم حسابی حالتو جا آوردن آقای بوکسور. آخه فکر میکردم 10 نفرن ولی اشتباه کردم 11 تا بودم. لابد موکلت هم وایساد کنار رو هر بهت خندید. اون اصلا نیومد. میدونست دارم میرم تو چهچلی. احسان پشت شونت هم که زخمیه. پاشو بریم درمونگاه. نمیخواد، عمیق نیست. کارت سر خورد. عمرم دنیا بود. همکارات پول پارو میکنن، ما درد سر. بله؟ الو، جناب دانشور؟ بله، بفرمایید. دیگه داشتم ناامید میشدم. شما همیشه اینقدر دیر بله میگی؟ نه همیشه. حالا بفرمایید فرمایشتون. راستی شما؟ ناراحت نشید آقای دانشور، غریبه نیستم. سلام، پاکروان هستم، یاسمن پاکروان. فکر کنم خاله جان با آقای رازی صحبت کرد. بله دیروز با آقای رازی با من تماس گرفتن و بر مشکل شما رو همچین سربسته برام گفتن. بله باشه، برای من فرقی نمی کنه، هر جا شما بخواید میتونی بیاید دفتر من یا حتی دفتر آقای رازی. من ترجیح میدم در حضور خاله جان باشه، اشکالی که نداره. فقط بگین صبح یا بعد از ظهر. پیش یا بعد از ظهر هر دوش برام خوبه. با خاله جان هم مخالفتی ندارم. باشه، خود ظهر چطوره؟ البته به صرف نهار. مطمئن باشین زیاد تو دردسرتون نمیندازم. راستش من همیشه دنبال دردسرم. پس وقت دارید. وقت که هست ولی مزاحم نمیشه. آقای دانشور من اهل تعارف نیستم، ظهر میبینمتون. ساعت 1 بعد از ظهر خوبه؟ آدرسم میتونین از آقای رازی بگیرید، معمولا نشونی های ایشون دقیقه. بسیار خوب، میبینمتون. خداحافظ. کجایی دخترم؟ اینجا هم بابا. یه لپ رد کن بیاد. مشتری تازه یا دردسر تازه؟ به نظرم پر مدعا اومد. به نظرت؟ از حرفای تو. باز تو اینجوری راجع مردم قضاوت کردی؟ خب چیزی در موردش نگفته بودی. خودم هم درست نمیشناسمش. یاسمن پاکروان اسمش، که از اون اسمه پولداریه. خوشگلم هست. این مورد امروز بعد از رویت معلوم میشه، ولی پولدار هست. اینجور که رازی میگو از این تیر تایفه هان که از صد جا بهشون ارث میرسه. دعواش چیه؟ نمیدونم. رازی خیلی سربسته گفت، ماجراهای بعد طلاق و نیفت.
میام دنبالت. شما که نهار دعوتی، منم که این شوی ژیلا نمیدونم به در وقت گذرانی میخوره یا نه. پولم که بنوزه کافی ندارم. یه دونه ترابر چک دارم ولی شرمنده، رقم صفرش کمه. نه اشکالی نداره، از هیچی بهتره، خودم برات خرجش میکنم. میدونم. خب لاله جون ماما بریم. راستی این خانم پاکروانم نذاش من خوابم برات تعریف کنم، یادم باشه برات بگم. تو میری دفتر؟ نه یه سر باید برم دادگستری، تا زور چیزی نمونده دیگه. بعد از این قرار خانم پاکروان برسم یه سری دفتر میزنم. دانشور هستم، احسان دانشور. ممنونم. بله آقای وکیل. بفرمایید، خودم هستم. شما؟ من برسکن یه بازیچه از رد خارج. ببخشید متوجه نشدم. با یاسمن کار داری؟ شما مأموری؟ نه نیستم ولی خیرتو میخوام. آها پس معذوری، خدا روزی تو جای دیگه حواله کن. شوخی نمیکنم مرد حسابی، زنگ زدم بهت بگم مواظب خودت باش. با تو که از در این خونه بذاری تو، سر و کارت با درد سره، میافتی تو عجل. آخه دیگه کار از کار گذشته آبای خیرخوا، من الان تو حیات خونم، یعنی تو عجل. خب زودتر تلفن میزدی. خیلی بامزه ای، ولی از من میشنوی از همینجا برگرد. ببین اون ساختمون که میبینی یه دامه، میفهمی؟ از هر چه زودتر برگرد بر پی زندگی خودت. آخه نمیتونم، قرار دارم. شما که بهتر از من میدونی، بعد قولی کار بعدیه، اونم تو حرفه ما. گوش کن، چند قدم دیگه میرسی به ورودی ساختمون، ولی هنوز دیر نشده. زنده باشی، خیلی ممنون. دیر که شده؟ آخه یه خورده تأخیرم داره. باشه، از ما گفتم بود، فقط بعد از این مواظب خودت و زندگیت باش. خدمت اون خانم و اون خاله عوضیش هم به موقع میرسه. ببین الو الو، کجا رفتی؟ الو داشته باشین خانم، این علاقه بود. بسیار بفرم. مرسی. ممنون. سلام آقای دانشور. قاعدتا سلام از بنده است. ببخشید تنها موندیم. شما باید منو ببخشید به خاطر این تأخیرم. آخه این ساعت من مسئله نیست. میز نهار آماده است، اگه موافق باشید همونجا صحبت کنیم. حرفی ندارم. بفرمایید. خاله جانم الان میرسم. قبل از رسیدن به میز میتونم سوال بکنم؟ بفرمایید. پرونده جناییه؟ نه چطور مگه؟ بفرمایید. چی همینطوری پس. خب خاله جانم به موقع رسید. خواهش میکنم بفرمایید. پارسال 10 میلیون گرفت تا طلاق نامه رو امضا کنه، اما دوباره شروع کرد به تهدید. تا اونجایی که من شنیدم موقع طلاق خانوما مهریه میگیرن. بله حق با شماست،
ولی ما مجبور بودیم. یاسی جون طلاق میخواست و اونم به هیچ عنوان زیر بار نمیرم مگر با پول فراوون. که اینطور حالا بازم پول میخواد. خب معلومه، آدم عاشق که شاخوشونه نمیکشه. تمش باز گل کرده و چشمش دنبال بقیه دارایی یاسی جونه. شکایتم کردین؟ بله، سه چهار ماه افتاد زندون، تعهد داد که دیگه مزاحم نشه. پس زندانم رفته؟ چند بار اومد دم خونه، سر و صدا رو انداخت، تهدید به قتل و از این جور چیزا. شاهد داشتیم زندونش کردن. بعد از اینکه آزاد شد دوباره سر و کلش پیدا شد. حالا من چیکار میتونم بکنم؟ شما وکیلی، شما بهتر باید بدونین چه کار کنین. آخه زندانم رفته و درست نشده. یه کار کنی زودتر شرش کمشه، نمیدونم. من یه وکیلم خانم، پاپوش درست کردن کار من نیست. ببخشید من آدم روکی هستم، آدم ها رو دوچار سوء تفاهم. منظورم اصلا این نبود. فعلا با اجازتون. خواهش میکنم. بفرمایید. شما خودتون میتونید یه جوری شرش کم کنید. این روزا با پول همه کاری میشه کرد. خیلی کارا کردم، جری تر شد، نتیجه نداره. والا کاری از دست من بر نمیاد، اگه اینکه جرم مشخص و مشهودی مرتکب شده باشه. میدونین در مورد تهدید و ارعاب و اخاذی 6-7 ماده قانونی هست که این ماده فایده نداره. این آشغال میخواد منو نابود کنه، ولکن نیست، میفهمین؟ بسیار خوب، میتونم راجبش فکر کنم، کتاب قانون ورق بزنم ببینم چه راهی میشه پیدا کرد. عالیه، هر کاری بکنین جبران میکنه. حق وکالتتون هر چقدر بشه چند برابرش میده. از این بابت نگرانی ندارم. وکلا حرف مفت زیاد میزنن ولی مفت حرف نمیزنن. سلام. به به آقای فاضلی، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ بفرمایید. چه عجب از این ورا، خوب کاری کردین اومدین، خوشحال شدم. راحت باشید. خوب چه خبر؟ از شرکت سیبین رنگ تماس گرفتم و از بانک و دفتر آقای نجاتی. بچه هم که نیستن؟ نه، ایلانبور که رفته اصفهان، آذرمی هم طبق معمول نه زنگ زده نه اومده. به جای وکالت بیزینس میکنه. دستشون اومده پول کجاست؟ در زنی آقا هم منتظر شما. کی؟ نمیدونم، خودشو آقای ریحان معرفی کرد. خب با اجازه. چرا اینقدر فکر میکنم؟ برای اینکه میخوام ببرمت.
چقدر میده؟ کی؟ همون خانومه دیگه. نه بابا، خودت گفتی دست به ماره حرکت. بله. تو چی گفتی؟ بابا حواست کجاست؟ میگم چقدر قراره بده؟ اصلا نمیدونم چیکار قراره بکنم. هر چی بگی میده. کسی که 10 میلیون تومن داده که طلاق بگیره، خب معلومه پول خوردش تراول چک. خب میخواست از شر یادم علف خلاص شه. خب تو هم بگو این پرونده غیر عادیه. بگو اصلا پول خونمو میگیرم. بابا خسته شدم دیگه، چقدر صحبت میکنی؟ چشم بابا جون، چشم. چی داره فنجونته؟ نمیدونم، بیشتر شبیه یه گربه است. بابا میشه موبایل بابایی رو بیاری؟ بله. الو الو، صدا نمیاد. شما این؟ شما کجا این؟ گفتید کجا؟ خودتونو برسونید به یک کلانتری، پس توقف نکنید، برید به سمت خیابون هستی، منم دارم میام. کجا داری میری؟ اه. خانم پاکروان، صدامو میشنوین؟ بله بله، من الان پشت سر شما هستم. نه اصلا نگران نباشید. ببینید، شما مسیرتون رو عوض کنید. نه به سمت خونتون نرین. شما به نظر من شما اونو بکشید به سمت یه مسیر شلوغ‌تر. بله. الو الو الو، لاله، لاله خانم، گل من، پاشو برو بالا تو جاده بخواه. بابا که الان نایمدم. بابات میاد. پاشو میخوام به بابا نشون بدم که چجوری ماتش رفته. فردا نشونش میدم. فردا دیره. آخ جون، بابا من. کجا؟ وایسا، اینطوری نمیشه بری بیرون، سرما میخوری. صبر کن. تو همینجا وایسا تا من برگردم. خب؟ منزل آقای دانشور؟ بله بفرمایید. اجازه میدیم بیام تو؟ من پاکروان هستم، یاسمن پاکروان، موکل آقای دانشور. شما باید خانومشون باشه. بله ایشون منزل نیستن. حالا اجازه میدیم بیام تو؟ یکی دنبالم. <تص->
ببخشید این وقت شب اینطوری. خواهش میکنم، ولی گفتم که ایشون منزل نیستن. میدونم، اومدن دنبال من. دنبال شما؟ بله، براتون تعریف میکنم. حالا میشه بریم تو؟ بله، بفرمی. آقا از راننده جیب خبری نیست؟ بجز این لنگ دستکش راننده زن بود؟ شما گفتید وکیل دادگستری هستید؟ بله، گفتم که وکیل دادگستری هم، نه وکیل مجلس. در ضمن توضیح دادم که راننده رو ندیدم. گفتید که جیبی تعقیب میکردید، درسته؟ آقا من جواب این سوالتون رو قبلا دادم، دنبال موکلم بودم و بقیه قضایا. آقا بازم باید توضیح بدم؟ ما وظیفه خودمون انجام میدیم آقا، شما همینجا باشید. لاله جون، مامان پاشو برو بالا سر جات بخواب. پاشو عزیزم. احسانم حسابی دیر کرد. حتما داره دنبال شما میگرده. هیچ وقت نمیگیره. با موبایل راحت تر میشه موبایل گرفت. خیلی ممنون. جدیده؟ این چجوری با میشه؟ ببخشید. اجازه بدید. در دسترس نمی باشد. هیچ وقت در دسترس نیست. بفرمایید. مرسی. آقای دانشور، لطفا این صورت جلسه امضا بکن که بیش از این مزاحم شما نشه. بسیار. اینجا رو؟ بله. من دیگه میتونم برم؟ بله، تشریف ببرید. شبتون بخیر. خیلی ممنون. شب شما بخیر. خانم پاکروان، بالا تخت اضافه داریم دیگه، چیزی تا صبح نمونده، بهتره یکم بخوابین. مرسی، دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. پس سب کن احسان بیاد یه خبری بیاره. خونه دوست داشتنیه ولی قدیمیه، مثل ماشینمون، موبایلمون، بقیه چیزمون. دوستش نداری؟ نه، موضوع دوست داشتن نیست. وقتی پول باشه سلیقه و دلخوشی هم هست، بقیه چیزا هم هست. اینجا اتاق کار احسان. هر وقت از دست من دلخور میشه، یا از کارش یا از اوضاع، میاد اینجا خودش رو حبس میکنه. البته این اواخر تقریبا هر وقت شده همیشه. کار وکلا که معمولا آزاد کردنه، وکیل ما همه کارش برعکسه. دلخوری ازش؟ نه، مرد خوبیه. خب من باید اینجا بخوابم. اجازه بدیم براتون لباس راحت بیارم. مرسی، خوبه، راحتم. حتما؟ شب بخیر. خوب بخوابی. مرسی. کسی اینجاست؟ من کجا فهمیدی؟ این بوی عطر تو نیست. آره، اون اینجاست. اون منظورت که؟ اون خانمه دیگه، یاسمن پاکروان.
اون اینجا چیکار میکنه؟ خودت بپرس. ما آدرس بهش ندادم. پس باید خیلی زن باهوشی باشه. خب الان کجا هست؟ هیچی، بالا تو اتاق تو خوابیده. تو اتاق من؟ خب آره، انتظار داشتی بیارمش تو تخت خواب خودم بخوابونمش. من منظورم این نبود. من تعجب میکنم که چجوری با این وضعیتی که داره خوابش برده. آره منم خیلی دلم براش سوخت. جدا؟ سوردم. تو فکر کن سر پیچ زمین خیس. سرعت خدا رحم کرد، فقط این گلگل سمت راستیه رفت. ببین چند روزه چقدر خطر از سرت میگذره ها. مردک چی شد؟ چپ کرد بعد من فرار. چی میبینی؟ یه تیکه پول قلمبه. خوشبختی داره میاد طرفمون احسان. آره حتما. یه خوردهشو بده طلبکارات. به خدا دارم جدی میگم. نگاه کن. خوبه. وضع تو که خوب شد. پس برو بخواب. شب بخیر. خیلی مهربونی مینو، درسته؟ مینوی؟ همون مینو خوبه، فامیلمو دوست ندارم. من دیگه باید برم. بری؟ اون ممکنه دوباره تهران بزرگه، میشه توش گم شم. لاله، لاله، کجایی؟ باز تو به وسایل اتاق من دست زدی؟ نه به خدا من دست زدم. شرمنده آقای دانشور، من فضولی کردم. صبح بخیر. صبح بخیر. شما ببخشید. آخه من به نامنظمی اتاق عادت دارم. وقتی مرتبی نمیتونم وسایلم پیدا کنم. میشه یه زحمتی بهتون بدم اینا پیشتون امانت باشه؟ چی هست؟ یه خورده طلا جواهراتو گردن بند و اینجور چیزا. همیشه همراهتونه؟ نه بابا، دیروز از بانک گرفتم، صندوق امانت. فکر کنم دیشبم برای همین دنبالم بودتون. باشه، بذاریدشون همینجا، خیالتونم راحت باشه. تو دیگه گنده شدی، باید کارات خودت بکنی دختر. صبح بخیر. بازم ببخشید از سر صدای صبح. شما دیشب خوب خوابیدی؟ خیلی خوب. البته ببخشید اتاقتون رو اشغال کردم. اجارهشو میدم. ایرادی نداره، خودمونم مستاجریم. ای خب پس دونگمو میدم شریک. به جای دونگتون من رو لاله رو برسونیم مهد کودک.
آخه ماشینم را نمیره، دیشب سرما خورده. میدونم مینو جون گفت خرجش هرچی شده بذارین رو حساب وکالته. ولی مینو جون نگفت چه بلایی سر شما اومده. من میگم تو را براتون تعریف. با تو خدافظی کن از مامانی بریم. خدا حافظ. مواظب خدا باش. خدا حافظ. تو شب کی میای؟ میام دیگه مثل همیشه. اینطوری بود که من دیشب شدم مستأجر شما. شما که عجله نداری؟ عجله؟ چرا؟ نه نه. خب حالا که عجله نداری من یه خبر از خارج میگیرم بعد شما رو میرسونم دفتر. مسئله ای که نیست. فعلا که موکل من شماید. وقت من مال شماست. الان صداتون میرسه. آره سلام، حال شما چطوره؟ میدونم سه تا از قسطام عقب افتاده، من فقط یه هفته فرصت میخوام. بله بله من بعدم باهاتون تماس میگیرم. کشته شد. خانم بیمون است. مطمئن؟ مطمئن. شما که به چیزی دست نزدی. الو دانشورم، لطفا به آقایی خبر بدین چند نفر رفتن اینجا. خونه خانم پاکروان. برای شادی پدرش، مادرش، برادرش، خواهرش، رفتگان خانومش، برای شادی روی همه شون بلخص مردم ساز گذشته فات هم از طلبات. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
تسلیت هر بسید بقای امور شما 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 خاله جون فدا شد، اونم مثل من تنها و غریب. تو دیگه تنها نیستی یاسی، ماشاءالله خوشگلی، جوونی، پول داری. اصلا بیا خونه ما، دیگه تو هتل موندن بسته. نمیدونم من شدم مرغ بالا پر شکسته، تو هم شدی بوتیمار من. شما نمیخوای از خونه چیزی برداری؟ نه هیچی از اون خونه چون نمیخوام هیچی. تو خونه جز کابوس و تلخی چیزی ندیدم. همه برگاش سفید امضا کرد. آقای دانشور یه خونه برای من پیدا کنیم یا آپارتمان. میخوام یه جای باشم کسی آدرسمو پیدا نکنه. کاش میشد از شهر بریم بیرون. من فردا باید شمال باشم، برای ویلا مشتری میاد. شما هم بیاید. من فردا رو مجبورم برم. کار شما مردم که تمومی نداره. آخر هفته رو تعطیل کن، من با یاسی بریم دیگه. آخه مینوش آخه نداره. شما برین خونه آقا جون اینا منتظر بشین، منم میرم وسایل جمع میکنم میام. خانم دانشور دانشور تهران نیست. من حکم جلب شما رو گرفتم خانم، ولی به احترام پدرتون مأمور در خونه نیاوردم. امروز تصمیم گرفتم تکلیفم رو روشن کنم، تا صبحم که شده صبر میکنم. من یه هفته مهلت میخوام. نه خانم، دیگه به شما اعتماد ندارم. گفتم که یه هفته دیگه. منم گفتم امکان نداره. خیلی خوب، اینجا که نمیشه، بفرمایین تون تا من به شوهرم اطلاع بدم. از حساب یکی دیگه چک میکشی بعد ما رو میاری تفریح؟ خب مجبور شدم، سه تا چکشو پر کردم دادم بهشون تا شرشون رو کم کنم. حالا تو بیاد بفهمه تهیه میکنیم میدیم دیگه. از کجا؟ از سر قبر بابای تو یا بابای من. بابای منم که دلت میخواد منو ببرن زندون دوباره؟ اسم تو رو همیشه گذاشت مرد. موسیقی
لاله خانم، چرا رفتی بغل خاله؟ خسته میشه ها. نه بابا، گفت سردم میگفتم بیا تو بغل من گرم شه. عروسکش هم نیاورده بهانه میگه. خوش میگذره ها، با خانواده همیشه خوش میگذره. من شانس نیاوردم. تو اینقدر پول داری که بتونی صد بار شانسو بخری. نه اینطوری نیست، من حاضرم همه ی ثروتمو بدم جای تو باشم. یه بچه نازنین، یه شوهر خوب، بی پول. پول شانس و خوشبختی نمیاره مینو جون. یه ضرب المثل هم شما پول دارا ساختی واسه ما بی پولا. یاسی جون پاشو دیگه، خاله یاسی رو خسته کردی. گرماشو دوست دارم. احسان کو حوصله نداشت. دوست نداشت بیاد؟ از دست من دلخوره. دعواتون شو؟ آدم های بی پول آشتی ندارن هیچ وقت. از اون دستشه که هر چقدر لازم داریم بردار. کسی نیست. میترسم اینجا هم سرکلش بیداشه. اون از تو چی میخواد؟ نمیدونم. خیال میکنه هنوز مال اونم. احسان چرا نمیاد؟ من میرم بابا احسانو بیارم. نمیدونم چرا از همه چی میترسم. تو نمیترسی؟ نه، چیزی ندارم که بترسم از دستش بدم. همه دارایی من هم یه عرق هست. ترسیدم پدر سخته. نیمن ترسرم. بله ببین، تو برو پیش مامانی خاله یاسی، بعدش من میام پیش تو. باشه؟ آخه اونا با هم هم. من دیدم شما تنهایی اومدم اینجا. مینو دستشکو بهش پس بده، همین امروز. خودش گفت میتونی خرجش کنی. همین که گفتم، نمیخوام چشوا کنم ببینم همه چه کارو به باد دادی. احسان تو از همه چیز و همه کس سوء استفاده میکنی. تو امانت سرت نمیشه. ببینین چه گلایی پیدا کردم برای شما. چی؟ برمیگردیم تهران. بابا جان نریم. هزار تا کار دارم دخترم. من چند تا از چکای تو رو خرج کردم، مجبور شدم بهت برمیگردونم. قول میدم. هیچ وقت قول چیزی که نداری به کسی نده. رو چیزایی که داری از بکن. شما با من حساب کنید. تاوانو باید پرداخت. تاوان چی رو؟ تاوان یه زندگی از هم گسیخته رو. مدت هاست دارم تا اون پس میدم. گفته به من چک میده. اون هیچی نداره. هیچ. برای همینه که به وحشت افتاده به در و دیوار میزنه. آدم وقتی فکر کنه دیگه دوستش هم ندارن، به کل امنیتش رو از دست میده. اشتباه میکنه. مطمئن نید؟
بله؟ الو؟ الو؟ صحبت کنیم بفهمه پیش شما. الو؟ الو؟ قطع کرده. باتریش هم داره تموم میشه. بزنیم به شارژ. میخره بابا حتما کار اون گربه هست. چی شده احسان؟ چی گربه ها شبیه خون زدن؟ این کار گربه ها نمیتونه باشه یاسی. اینجا بوده. من که دوست ندارم بابا سیگار بگیرم. احسان حالا میگی چی کار کنی؟ چی میدن همه گفت رو درمز کنی؟ بابا همه عروسک من چی میشه؟ من فعلا میرم واسه دخترم یه عروسک بخرم. دیوونه اون دیوونه هست. نه ترس احسان هست. سلام. خب چه خبر؟ از آگاهی مهمون داشتیم. خب سراغ شما رو گرفتن و سراغ اون خانوم رو. کی؟ خانوم پاکرمان. سلام. سلام آقای وکیل. حالا چطور؟ چه عجب. احسان اینم مشتری دو با پاس دادی؟ کی؟ همون پیرمرده. آقای ریحان پیرمرد نازنینی. یه کاری واسش بکن. دیگه هیچ کس نمیتونه براش کاری بکنه. دخل خودش رو برد. چیکار کرد؟ رفته طبقه پنجم از اون بالا. ببخشید خبر بدی بود. نباید. وقتی همه در بسته میشه خب آدم از پنجره میپره پایین دیگه. همیشه یه در بازی هست. پیره مرد بیچاره. ببینم احسان تو برای همه موکلینت اینقدر احساسات به خرج میدی؟
نه بابا، فقط بعضی ها شامل عنایت خاصی ایشون میشن. خانم فاضلی؟ بله. لطفاً یک شکوایه تنظیم کنین در مورد تجاوز عدوانی و ورود بی اجازه به منزل شخصی. برای کی؟ به نام من. به به، پس ماجرا به منزل آقای وکیلم کشیده شده. تو نمیخوای دست از این بیمزه بازی ها درداری؟ کم آوردی سوش به من رسیده؟ خواهش میکنم. خب، خواهش میکنم. شما تا افتوانی رسیده بله. الو احسان توی؟ خونه نبودی؟ نه رفته بودیم پیانو یاسمن رو بیاریم. گفتم پیانو یاسمن. خب دوستاش بیارتش اینجا. خب میگه بدون اون نمیتونه زندگی کنه. خب حالا چه اشکالی داره؟ من هم بعد یه قرنی دستی بهش میزنم. خب کجا باید بذاریمش؟ هر جا دوست دارین. نه اونجا بذاریمش. راستی برامون کادام خریده. آره یه گلدون خوشگل برای من، یه عروسکم برای لاله، یه ساعت جیبی هم برای تو. خب من چه میدونم؟ حالا مگه ایرادی داره؟ اه برای کی؟ خیلی خوب بهش میگم. خب تو اون وقت چیکار میکنی؟ که میای؟ خیلی خوب باش. نه اونم خوبه. پس میبینمت. خداحافظ. جاش خوبه نه؟ آره خوبه، بد نیست. احسان گفت که سری خودتو برسونی آگاهی، اونم از دفترش میاد اونجا. باشی. خانم پاکروان، شما که الان باید آگاهی باشید. داشتم میرفتم، دنبالم بود، خودم رسوندم اینجا. خب، منم یه دفعه این اشتباه کردم. من مطمئنم. باشه پس با هم میریم. ببخشید. حالا بالاخره تو میری دنبال لاله یا من برم؟ آره حقیقتش یه روز کار دارم. چیز دیگه، یه قرار کاری مثل همیشه. آره توی رستوران. اون نه، چند تا سوال جواب بود راجع به شوهر سابق خانم پاکروان. هم بود تموم شد. آره 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 پس میبینم. قربونت برم. خداحافظ. خب چی بخوریم؟ چرا به مینو نگفتید که با من هستید؟ نمیدونم. واقعا نمیدونم چرا این دروغ بود. هر دروغی برای پنهان کردن چیزی. من چیزی برای پنهان کردن ندارم. مطمئنید؟ شما خودت تا حالا دروغ نگفتید. فکر میکنم دروغ گفتن شهامت میخواد. به شما این شهامت رو گاهی داشتم.
شما هنوز مضطربی؟ نه. دروغ نمیگم. الان احساس هم ندارم. شما مطمئنی چیز رو پنهان نمی‌کنی؟ نه همه چیز. آخه دروغگوی خوبی هم نیستی. ولی شما هستی. تمام مردا دروغگوهای خوبی هستن. ببینین تمام این آقایون به خانمایی که کنارشون یا روبروشون نشستن دارن دروغ میگن. چرا نمیدونم ولی میگن. چی میدونم؟ فعلا دو تا صبح. از شما با این روحیه‌ای که داری چرا ازدواج کردی؟ دوستش داشتم. اه بنز 10 میلیون. ببینید اصلا اینجوری که شما فکر میکنین نیست. باید یه روزی براتون تعریف کنم. مفصله؟ بیشتر پیچیده است. اصلا یه روز سر کله چجوری پیدا شد؟ میشه بگی؟ خالم بزرگش کرده. همین خاله؟ همونی که کشتش. خیلی خرجش کرد. منم همینطور. تا آدم شه. اما نشد. جالبه. جالبه. بردهداری در آغاز قرن 21. اینطوری قضاوت نکن. گفتم که خیلی پیچیده است. یه روز براتون تعریف میکنم. باش. منم صبر میکنم تا یه روز. این آهنگه واسه شما آشناست؟ چیزی رو یادم نمیاد. آخه مال دوره منه. نگفتید چرا به منو گفتید؟ آخه مفصله. شاید یه روزی واسه تون گفتم. لازم یه آپارتمان براتون پیدا کردم. خیلی خوبه. کجا هست؟ در روز. باشه بهتره. نه دیگه رو سرای دادش چجوری نگاه میکرد؟ بیوش خوبه. پر نورم هست. خب نور باشه همه چی هست. یعنی منظورم اینه که آشپزخونه‌ش هم بزرگه. چند بزرگه؟ فکر کنم همه چیز این خونه واسه یه زن تنها بزرگی. منظورم اینه که این خونه بزرگ به درد یه زوزو خوشبخت.
یاسمن باش برمید پایین چگی دلم یه پیانو میخواست. حالا که داریش تو همیشه انقدر راحت بزرگ بخشش میکنی؟ این بخشش نیست، یه معامله است. با هم خلوت کردیم. صحبت های زنونه است؟ خصوصی آقای دانشور. پس یکیتونم یه چای اختصاصی به من بده. چی میل داری خانوم؟ فعلا هیچی، صداتو میکنم. الو، منم. بله. خب ببخشید. بله، یه لحظه گوشم. تموم شد؟ بله قربون. قیمت گذاری میکنم، بهتون زنگ میزنم. خانم خودشون میان یا شما وکیلین؟ وکیلم. بسیار خوب. تا فردا خداحافظ. خداحافظ. ببخشید، گوش میدیم. بسیار خوب، خیلی ممنون، خیلی ممنون. از جات بلند نشو، سرتم بر نگردون. چی میخوایی؟ من چیزی نمیخوام. و چرا اینجوری دنبالشی؟ میخوام انتقام عشقی رو بگیرم که اون به بادش داده. تو دنبال عشقی یا پول؟ به هیچ کدوم نرسیدم، تو هم نمیرسی. من دنبال چیزی نیستم. پس چرا اومدی تو این بازی؟ شغلمه، وکیلم. وکیلی؟ برده یا مشوقشی؟ چرن نگو. اون تو رو هم خریده، میخره، مثل من. مطمئن باش که میخره، اگه تا حالا نخریده باشدت. بعدم آقای مهندس ببخشید قربون، برای خونه مشتری سراغ دارم.
باشه، از خانم میپرسم بهتون میگم. ممنونم، بازم ببخشید. تو مغزت از کار افتاده؟ نمیدونم، شاید. خب بالاخره اینطوری جلو زبان مردم هم میشه گرفت. تو میترسی به خاطر بدهیات بنزد زندون؟ اون همه بدهی های منو بخشیده، تازه به علاوه این انگشتر. معامله بدی نیست؟ تو هم که ازش بدت نیومده. من؟ چرا شما مردا فکر میکنی ما زنها خریم؟ تو چرا قبول کردی؟ چرا نکنم؟ لباساشو دیدی؟ ماشیناشو چی؟ جعبه جواهراتشو که دیگه نگو. چرا من نباید اینا رو داشته باشم؟ ما سه بار تا حکم طلاق رفتیم و برگشتیم، کاش بر نمیگشتیم. آرمینو جون، من مردی نبودم که تو رو به آرزوهای دور و درازت برسونم، الانم نیستم. در ضمن تو هم خیلی سال بریدی نه؟ من فقط نمیخوام زندگی دخترم مثل زندگی خودم بشه. پر حسرت، تو این دنیا یه متر زمینم به نام من نیست. منم یه روز موکل احسان بودم، اومدم و واسه همیشه مهمونش شدم. مگه احسان برات نگفته؟ چرا یه چیزایی گفت؟ 7 سال پیش من افتادم زندون، جوان بودم، کل خر بودم. احسان وکیل من شد، خودشو با آب و آتیش زد تو منو بیاره بیرون. بازم چکی بی محل داشتی؟ چکای من همیشه بی محل بود. دیگه نیست. تو که باهاش زندگی کردی تا چقدر میشه رو حرفاش حساب کرد؟ تا حد کشتن کسی که بزرگش کرده. اینو نمیگم که نگران شیا. آخه ما ایرانی ها معمولا هممون همینطوریم، یا عاشقیم یا کارت دستمونه. آدم عاشق و عاقل کارت دستش نمیگیره. آخه قاتلا یا معمولا عقل ندارن
یا فکر میکنم خیلی عاشقه. عشق وقتی تموم میشه آدم عاقل بی سر و صدا میره دنبال زندگیش. عقلی میگه. عقلی. میدونی مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که توی این مملکت عشق و عقل یک جا جمع نمیشن. ببینم تصمیم داری امروز با بحث سر عقل و کار و عشق و قاتل تموم کنی؟ عقل و عشق و کار. نه. نه. ساعتت کو؟ ساعت خراب دو تا استفاده داره. دومیش اینه که آدم میتونه قول و قرارشو ماسمالی کنه. نیچه گفته. نیچه میگه؟ سلام بابا. خوشم بود. چی بخوریم؟ دو تا غذای مختلف انتخاب کن با هم شیر کن. من بگم؟ تو بگو. 20 و 27. 20 و 27. چشم. مرسی. خواهش. یاسین. چرا من؟ من نه پول دارم نه شبیه رابرت ردفورد. پولشو خودم دارم، بقیهشم به خودم مربوط. تو چته؟ هیچی. هیچی. دیگه حوصله منو نداری؟ لابد حوصله هم نداری بریم یه خونه ببینیم. کجا؟ یه خونه خیلی خوشگل برام پیدا کردن تو لباسون. یه باغ بزرگم داره. یه باغ پر از گنجشک. یه باغ پر از گنجشک. اونجا یه شوهر دستکش به دست سرگردون نداره؟ نه، نداره. میدونی چرا دستکش دستش میکنه؟ نه. وسواسیه. حلقتو در آوردی؟ ببینید خانم، این ملک واقعا اوکازیونه. ملک به این خوبی تو این منطقه دیگه گیرتون نمیاد. مخصوصا اون قسمت باغ اگر بخواید بورس سازی و آپارتمان سازی بکنید، برنامه تفکیکش هم با من. چی شده عزیزم؟ نگران قضیه نباشید. الو. الو. چی شده عزیزم؟ لاله تو خونه تنها مونده ترسیده. میشه برگردیم خونه؟ برگردیم خونه؟ آره. این دیگه نه. پشیمونی که اینجایی؟ چی میگی یاسه جون؟ من میگم لاله تو خونه تنهاست، ترسیده. فقط همین؟ فقط همین؟ گوش کن، من حرف دارم، میخوام حرف بزنم. خب بزن. اونم باید باشه. لاله باید باشه؟ لاله که، مینو رو میگم. من که حرفامو با اون زدم، اونم حرفش زدی. تو زدی، من که نزدم، منم میخوام حرف بزنم. خب بزن. ستایی، تو، اون و من. الان. الان. بفرمایید. آقا من به شما زنگ میزنم. لاله. لاله. تو که گفتی تنها؟ مامان گفت بگم. رفتی باغ؟ از چیزی ترسیدی؟ نه، لاله دلش برات تنگ شده بود. رفتین لباسون؟ پس یاسمن کو؟ هست همینجاست.
چطوری؟ لاله زود برو بالا تو اتاقت. یاسمن نمیخواست بیاد، من اصرار کردم. آخه ممکن بود بزنه زیر قول و قرارای رستوران جد شمرون. یاسمن نمیخواد بیاد تو؟ بیاد تو، بیا بیا بشین. منو جون نمیخوای چند دقیقه با ما باشین؟ هم اینجا بشین. خب چی میگفتیم؟ رسیده بودیم به داد و ستدای توی اون رستوران خلوت. نه هم دیگر رو متهم نکنین، جفتتون راز دارین، ولی فقط یادتون رفته بود که طرفتون وکیله و اصلا شغلش اینه که از همه چی سر در بیاره و اینجاش هم کار میکنه یه خورده. اون روز تو اون رستوران یه نفر دیگه هم بود که شما اسمش شنیدین، میشناسینش، ولی خب تا حالا ندیدینش. اینجوری بهتر. چی میگفتیم؟ صحبت سر خانم فاضلی بود، یه منشی خوب با یه امتیاز بزرگ. اون لبخونی بلده. آقا تفرک پدرش کروراره. آره مینو جون، همسر مهربان، من دقیقا در جریان گفتگوهای شما و قیمت پیشنهادیت هستم و شما یاسی جون الهی نجات، احتمالاً با این وضعی که پیش اومده ممکنه فکر کنی منو گرون خریدیم، ولی به هر حال تو هر معامله هم استفاده است مثل قبلی و هم ضرر مثل این یکی. من سر در نوبت شما میرسه خانم پاکروان. هم قرار چی بود؟ دو تا خونه حتی المقدور دور هستن، یکی تو تهران یکی هم تو لواسون. البته باغ باشه بهتره، چون ما تعطیلات میام اونجا یه هوایی تازه میکنیم یاسی جون، درسته؟ شما تو چی فکر کردین؟ فکر کردی داری انگشتر معامله میکنی؟ فکر کردی داری یه خونه نقلی میخری؟ من به شما علاقمند شدم چون اعتماد به نفس از دست رفتم و به من برگردوندی، چیزی که در طول سالیان دراز زندگیمون مینو نابودش کرد با تحقیراش، با زیاده خواهیاش که هیچ وقت نتونستم از پسشون بر بیام و با بهراش گذاشتن خودم و زندگیم. من دوست داشتم، من هنوزم. و تو شریک زندگی من. میدونی چرا هیچ وقت رابطه زناشویی موفقی نداشتیم؟ چون وقتی غرور یه مرد توسط زنش له بشه، تو از اول زندگی خونه خالتی که یادته، وقتی حجاب بین زن و مرد از بین بره دیگه هیچ جور نمیشه درستش کرد، هیچ جور. تو اصلا اینا رو میفهمی؟ اصلا میخوای بفهمی؟ بی خود جانماز آب نکش، دست پیشم پس نگیر عقب بیفتی. تو خودت هم از اول دلت قیلی بیلی میرفت. تو از دل من خبر داری؟ به خدا خبر نداری. کدوم مردیه که تو زندگیش دو سه بار دلش قیلی بیلی نرفته باشه؟ البته این همه ماجرا نیست، من به همین خانواده درب و داغون انقدر اعتقاد داشتم که عزیزم تو بازم تو این معامله باختی مثل بقیه بیزینسات. من واقعا فکر نمی کردم همسر آدمم قابل خرید و فروش باشه. من از خودم داره بدم میاد، از شرایطمون بدم میاد، سنتر حالم به هم میخوره.
تو با اون بدبختم همینطور رفتار کردی. خب وقتی عشق تموم میشه آدم عاقل میتونه بره، همین. ولی من واقعا شب بخیر. کجا میری؟ نرم، اون هنوز وکیلته. بذار ببینیم چه خبره. بلدی؟ یه چیزایی. چی میبینی؟ خیلی چیزا. یه گربه. شب اولم که اومدن خونه تون تو فنجونت یه گربه دیدم. یاسی، اون شب احسان بهت گفته بود بیا اینجا؟ نه. پس چطوری اینجا رو بلد بودی؟ با کسی کار میکنم که همه چیزو دربارش بدونم. حالا تو اصلا به فال اعتقاد داری؟ آره، به فال، به خواب، به هر چیزی که بتونه سرنوشتم عوض کنه. چیزی نیست، لاله است. تو خواب سر و صدا میکنه. شما دخالت نکن، بازم به هم رسیدیم مثل اون وقتا. صادق، دیگه گذشته‌ای وجود نداره، دیگه اون وقتایی نیست. دوستم داشتی؟ عاقل باش صادق، همه چیز تموم شده، اینو بفهم. اون خانواده تنها کسی که حرف منو میفهمید تو بودی. اشتباه میکردم، دیگه خانواده ای هم وجود نداره، همه رفتن. منم دارم دیگه چی میخوام؟ منم دارم میرم. دوستت داشتم، شوهرت بودم، ولی تو منو پنهون کردی. انگار آرت میمن. بس کن صادق، ما همو نمیفهمیدیم، ما با هم فرق میکردیم. احسان، تو هیچی نداری، تو حتی خانواده هم نداشتی. دوست داشتم، ما هم دیگر رو دوست داشتیم. قاتل، تو هیچی نداری. تو هم دیگه هیچی نداری. چه کار میخوای بکنی؟ بهش گفتم تو رو میخواد بخره. احسان،
بس کن صادق، دیگه وقت این حرفو نیست. پس من کی باید حرفو بزنم؟ دیگه چه حرفی میزنی؟ هر چه خواستی بهت دادم. تو زندگی رو به باد دادی. بچه ستایشتم، دو ستایشتم، دو ستایشتم، دو ستایشتم، دو ستایشتم. بلش کن، بلش کن، چه سخت بده برای بگیرم. به تو چه ربطی داشت؟ شما زنها همه تو بزنید اصافت. دوست داری؟ بل. چقدر؟ اندازه دنیا. واقعا دنیا انقدر انقدر کوچیک؟ آره دیگه انقدر. قبول دارم، واقعا دنیا انقدر کوچیک.